فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سد برتری دادن امام زمان خیالی بر عیسی ابن مریم علیه السلام. همونطوری که تو اگر پیش عیسی ابن مریم بری، عیسی ابن مریم این فرزند من کوره، اگر پیش خدا هزار سال دعا بکنی کور مادرزاد را خدا شفا نمیده، اما اگر پیش عیسی ابن مریم بری یک نظر بکنه عیسی ابن مریم کور مادرزاد را شفا میده. خدا خداییش از عیسی ابن مریم ناقصتره؟ نه، خدا برای شفای او راه قرار داده. برو پیش عیسی ابن مریم. اما اون کسی که مولای عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم یک خادم اوست، یک مطیع و فرمانبردار اوست، او امام دوازدهم ماست. حالا امام اول ما که مقامش فوق امام دوازدهمه، او پیش او بریم یا علی مدد بگوییم، همون کارهایی را که همون طوری که خدا هزار سال دعا بکنی کور مادرزاد را شفا نمیده، پیش عیسی ابن مریم بری به یک نگاه کردن شفا میده. به همون دلیل، به همون دلیل ما یا علی مدد میگیم و از امیر المؤمنین علیه السلام به او استمداد میکنیم و مشکلات ما را حل میکنیم و این عالم پر از معجزات او هست. این استدلال من بود. حالا شما بفرمایید کجایش رد میکنید؟ بینندگان گرامی، مشاهده نمودید این آخوند امام پرست چگونه از مغلطه کار گرفته و به سفسطه گویی میپردازد و معجزاتی را که ویژه پیامبران الهی علیه السلام است برای ائمه قائل بوده و ائمه را هم از آن برخوردار میداند و حتی پا را فراتر گذاشته و پیامبری اولوالعزم چون عیسی علیه السلام را خادم و مطیع و فرمانبردار امام زمان خیالی میداند. الله متعال هر یک از پیامبران خیش را با معجزاتی مختص او تایید نموده بود که پیامبر دیگری از آن برخوردار نبود. به عنوان نمونه معجزه رسول اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرآن کریم بود و از موسی علیه السلام عصای ایشان و از عیسی علیه السلام زنده کردن مردگان و شفا دادن نابینایان و بیماری پیسی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از آن برخوردار نبود و نمی توانست مرده ای را زنده کند یا کوری را بینا و یا بیماری پیسی را شفا دهد. حال وقتی که سرور دو عالم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قادر به آن نبود، پس چگونه ائمه‌ای که به مراتب از ایشان پایین ترند قادر به این کار می باشند؟ و علاوه بر این حتی معجزات پیامبران علیه السلام در اختیار خود آنان نبوده است. الله متعال می فرماید وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله و هیچ پیامبری نمیتواند جز به خواست الله معجزه ای بیاورد. و از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معجزات زیادی خواسته شد که ایشان قادر به برآورده ساختن آنان نبود، چرا که اراده الله تعالی بر آن نبود. چنانچه الله متعال میفرماید و کفار مکه گفتند چرا معجزات و نشانه هایی از سوی پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ بگو معجزات و نشانه ها همه نزد الله است و من فقط هشدار دهنده آشکار هستم. اما اون کسی که مولای عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم یک خادم اوست، یک مطیع و فرمانبردار اوست، او امام دوازدهم ماست. و مشاهده نمودید که این آخوند افراطی مقام عیسی علیه السلام را از امام زمان خیالشان پایین تر دانسته و می گوید که عیسی علیه السلام یک خادم و مطیع فرمان بردار اوست. انا لله و انا الیه راجعون. البته این برگرفته شده از عقیده پوچ و بی اساس شیعیان است که مقام امامت را مقامی عالی تر و والاتر از مقام نبوت می دانند و بر این باورند که انسانها اول به درجه نبوت می رسند بعد به مقام شامخ امامت. حال این که قرآن کریم در آیات متعددی از انبیاء مختلف نام برده و زندگی نامه ایشان را بیان و آنها را برای ما الگو معرفی می نماید و آنها را از دیگران برتر می داند. چنانچه در سوره مبارکه انعام بعد از ذکر نام 17 پیامبر بزرگوار در آیات 83 تا 86 در آخر می فرماید و کلن فضلنا و همه را بر جهانیان برتری دادیم. در آیه 90 ما را به اقتدا به آنها امر می نماید. اولئک الذین هدى الله فبهداهم مقتدی
ایشان کسانی هستند که الله هدایتشان نموده است، پس از شیوه آنان پیروی کن. و می فرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ما برخی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم، الله با برخی از ایشان سخن گفت و درجات بعضی را بالا برد و به عیسی پسر مریم معجزات و نشانه های آشکار دادیم و او را به وسیله جبرئیل یاری کردیم. اگر امامت منصبی فراتر از نبوت است و امامان مقامی والاتر از انبیا دارند، پس چرا الله متعال در هیچ جای قرآن به آن اشاره نمی کند و از هیچ یک از امامان نام نمی برد؟ و چرا همیشه مردم را به سمت ایمان آوردن به نبوت تشویق می نماید؟